بابا خواستن رضایت بگیرن رضایت نمیدی یا؟ گفت خطر رفت شده که مغزه، چرا متوجه نیستی؟ مغز منو شما یه تکون کوچولو هم خورده باشه میتونیم کار کنیم دیگه. مغزه یه کار افتاده و یه علاف اگه یه تکونی هم بخوره بدتر که نیست، شاید بهترم بشه. بابا بعد قرن دو تا تصادف پشت سر هم به پستمون خورده، به چسب بهش دیگه. تصادف مگه شانسه؟ صرف نزن، مثل که دارم میام بابا. قش کن قش کن چشات هم ببند میگم دیگه. خب چشات رو نبند، فقط به سقف نگاه کن، هرچی که گفتم فقط سقف رو نگاه کن، منم قش میکنم. مامان خانم کو داشت با پرستار حرف میزد، یواش یواش میاد. خوابه؟ این که بیهوشه. ای اون چشاش بازه، بیا سلام پدر جان، خوب هستی؟ منو میشناسی؟ من کیم؟ من وا مهری جان، شما را کجا باید بشناسن؟ ببینید پدر جان، دوست پسر من دیروز با شما تصادف کرد، ولی خدا رو شکر ببین همه چی به خیر گذشت. ماشاءالله شما هم که دیگه امروز به سلامتی مرخص میشین. دکترتون میگفتن که اصلا مغز شما هیچ آسیبی ندیده، سالم سالم. فقط من میخواستم که شما امروز یه تو که پا تشریف بیارین کلانتری، یه امضای کوچولو بدین. پسرم هم تازه داماده، ببینید این عروسمه، عروس پسرمه. سلام کنم آقا. سلام. سلام سلام دخترم، تبریک میگم بهت، حتما میام رضایت میدم، مبارکت باشه. نخند بوزو. آقا میشه بیان کلانتری رضایت بدی نامزد من بیاد بیرون؟ ما داریم ازدواج میکنیم آقا. صدای منو میشنوی آقا؟ چرا اصلا شد. هیچی، اون که بیهوشه، ایشون هم فقط به سقف نگاه میکنن. آقا سلام، میشه دو کلام با شما حرف بزنم؟ اه دی اه اون چششو باز کرد. بس بابا، الان از خودم دیدم. آقا حواستون به من هست؟ الان دامادم، نوام، بابا این طفلک تو زندانه. خدا رو شکر اتفاقیم برای شما نیفتاده. خواهش میکنم بزرگواری کن، بیا رضایت بده اونا بیان بیرون، برن دنبال کار و زندگیشون. شما پدرید، منم مادرم، میفهمید که چی دارم میگم؟ آی ما هیچی نمیفهمیم. شما الان بیهوشی مثلا؟ بله، هی بیهوش میشم، هی به هوش میام، هر لحظه ممکنه امارای بشم. خرجشو کی میده؟ کشتی ما رو تو با اون امارایت. بابا ما تا حالا 1.5 میلیون پول برای امارایت دادیم، تازه انجامش هم که ندادی. 1.5 میلیون دادیم برای دو تا مغز؟ هی برون میارین، یه خال بیفته به هر کدوم از این مغزا 100 میلیون خرجشه. خانم شما میخواید ما چی کار کنیم؟ قهرین
اتفاقا میخواستم یه روز یه جعبه شیرینی بگیرم بیام خدمتتون که دیگه جناب سروان زحمت کشیدن منو پیدا کردن. مرد گنده من نمیخوام توجیه کنم، ولی اگه یادتون باشه من اون روز قرار نبود اونجا بمونم، قرار بود بریم یه دوری بزنیم تو کمپ با محیط آشنا بشیم، اگه پسند کردیم بمونیم. انصافاًم من خیلی خوشم اومد، تر و تمیز بود. حالا من همه برنامه رو چیدم، اولین جلسه شیمی درمانی پسرم کنارش باشم، دیگه بعدش از شنبهش میریم که داشته باشیم، بزنیم قدش. اگه به خاطر مادرت نبود کسی رو نمیفرستدم سراغت. مادر من؟ بله. مادر منو کجا دیدی؟ اینجا بوده. مادر من اومد اینجا گفت دنبال من بگردی؟ بله. برا آخه مادر من دیگه خیلی وقت منو دوست نداره. واقعا سراغ منو گره؟ سلام مامان. سلام مادر جان. چیکار میکنی؟ مامان بزنین دستتون رو ببوسم، دیگه فکر نمیکردم دوستم داشته باشین. خب معلومه که ندارم. سلام. 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 همه خانواده به خاطر من اومدن؟ آخه قربونت برم داداش، ما اومدیم مسعود رو دراریم. مسعود رو من گرفتن؟ بله، بابای من و بابای آقا حبیب و جعفر آقا هم گرفتن. دو روز من نبودم عملیات تروریستی رو انداختین؟ اینا مسلح جنگی هن؟ سلام عرض کردم. سلام علیکم. سلام. سلام. ما اومدیم رضایت بدیم. من رضایت نمیدم. ده چی شون؟ برخوا کنم قربان. بفرمی خوش حالا که دیگه اینا رضایت دادن شما این لطف و درقشون بکنید. حتما هرچی شما بفرمایید. عزیزم من؟ نه بله شما شنبه یه سری به کارخونه سنگبری من بزنید، از اونجا به من تلفن کنید، اینم آدرسش. خیلی ممنون. ولی جناب سروان اینو بگم ما به اصرار بابام رضایت دادیم. ولی بفرمایید بابا اگه متخصص امارای بده بس دیگه. بفرمایید بابا شما داغید، این سرش ضربه خورده. نعیمی من قربان وجاهت قانونی نداره رضایتشو. بیرون منتظرتون هست. بفرمایید واقعا بابا خیلی ساده. ببین فکر کرده تموم شده؟ این آقایی که کارخونه سنگوری داره به من گفته شنبه برم اونجا، اگه علکی گفته باشه میفرستم دوباره اون تو. میدونی چی میگم؟ گفته بری سر کار؟ برو پیش خودش. میفرستم. آقای محترم، آقای محترم بفرمایید. سر بیگناه تا پای دار میره ولی بالای دار نمیره خانم. حالا بذار برسیم خونه، من یه سری به تو نشون بدم. اه. اه. پدر ترانه هلش دار. خب ول کنید دیگه، تموم شد. به من دار بدید. پدر آزادیتون مبارک. خیلی ممنون بابا. پدر اون روزایی که شما تو زندان بودین و همش چوب خط دادن. ببینید فقط یه دونه است. سلام عرض کردم سرکار. سلام. قیالم هستن. خیلی خوش بود. حبس آقا واقعا زدی سر کله یه نفر شکوندی؟ خاک بر سر. اه.
خیلی مردی. من دارم میرم دنبال کار میگردم. باید بابات به اون یارو کار بده بره سر کار. من واقعا مردونگی کردی. انقدر چرت نگو حبیب. بابات هم مثل خودت. باید اون یارو رو بفرست سر کار. اون میخواد کارگری کنه. تو هم کارگری میکنی؟ تو همین الان بذارم سر کار. کارگری میکنی؟ نه دیگه. برو کن. مسعود. مادر جان. با من دیگه کاری نداری؟ تو واقعا. خدا خیرتون بده. بقیه شو دیگه از خودتون میخوام. نه من یه سر خودم مازیا رو ببینم بغلش کنم دیگه خودم با پای خودم میرم. بریم خونه؟ تا زمانی که اعتیادتو ترک نکردی از خونه خبری نیست. بله. بایزدی. چطوری نهی دکتر؟ خسته نباشی. خیلی ممنون. با زحمت های ما. اختیار دارین چه من یه دقیقه باهاتون کار داشتم. بفهمید. خواهش میکنم. ببخشید. بایزدتون ببخشید. عرض کنم که من اصلا نمیخوام یعنی قصد مداخله ندارم. مسعود پسر خوبیه، خوشقلبه. ذاتش پاکه. من اینجا خیلی آدم هستم که میان و میرن. رفیقی که به خاطر رفیقش بخواد بره بازداشتگاه معلومه که جوهر پاکی داره. این مهمترین صفتش. الان نمیخواد اصلا چیزی بگید. فقط راجبش فکر کن. شاد و پیروز باشی. موفق باشی. قربان شو. قاسمی. بله قربان. این پرونده هم تموم شد. بله قربان. این پرونده هم با موفقیت تموم شد. بله. پرونده سنگین. خیلی پیچیده بود. اما شما بازم مثل همیشه سربلند بیرون اومدی. قربان دیگه به پرونده های پیچیده عادت کردیم. قاسم این تعطیلات کجا بیزی؟ جایی نمیرم قربان. خوبه. قربان موافقی قهوه بخوریم. تو واقعا در حق من رفاقت کردی. من جبران میکنم. قول میدم جبران میکنم. بابام کارت داره. جانم های ماجر. ببین مسعود جان. من نظر قطعیم راجع به تو به ترانه گفته بودم. به ترانه گفتم من کلن با ازدواج شما مخالفم، ولی میخوام برای آخرین بار یه شانس دیگه بهت بدم. واقعا؟ آره. حالا که دارم دوباره بهت یه شانس دیگه میدم، میخوام تو هم برای من یه کاری بکنی. هر کاری باشه من انجام میدم. چیکار؟ این جناب سروان از تو خیلی خوشش اومده. لطف دارم بابا. ببخشید. شما بسپرینش به من. حالا انجامش بده. مسعود چی شد؟ الان برمیگردم. چی شد بابا؟ هیچ. اصلا و ابدا محاله. آخه چرا؟ به خاطر اینکه الان وقت اداریه و من نمیتونم راجع به مسائل شخصی حرف بزنم. جناب سروا یه آره یا نه برای من خیلی حیاتیه. خواهش میکنم. قاسمی. بله قربان. هر وقت بهت گفتم زمان دقیق رو برام محاسبه میکنی. چشم قربان. اما جسارتاً کورنومت ندارم. ممنون. حالا من مخالفم. چرا؟ به خاطر اینکه این شو اصلا مناسب خواهر بنده نیستن. این بیچاره هم ماشین داره، هم خونه داره، هم کار داره، هم پول داره، هم کلی شاگرد داره. من مطمئنم خواهر من گزینه‌های خیلی بهتری برای ازدواج روی میز دارن. شما سروان احساس نمی‌کنی خود خواهرتون هم باید در جریان باشه؟ نه. یه جورایی ازدواج من به این ازدواج گره خورده. این گره این ورش کوره. حالا قربان 23 ثانیه و 17 صدم ثانیه. نایمی؟ بله قربان. 23 ثانیه و 17 صدم ثانیه برای من مرخصی رد میکنم. اطاعت قربان. قربان اجازه میدید منم یه نظری بدم؟ خیر. تمام. پای مهاجر من واقعا همه تلاشمو کردم اما نشد. متاسفم. آره میدونم تو همیشه توی همه کارا همه تلاشتو میکنی اما نمیشه. منم متاسفم. بابا چی نشده؟ هیچی بریم. پای مهاجر من دوباره میرم باهاش صحبت میکنم حرف میزنم. لازم نیست دیگه. صبرشو بریم. خب مسعود مگه تو با ما نمیای؟ چرا عجیجا؟ خب بشین دیگه.
نه مسعود با ما نمیاد، دیگه هیچ وقت نمیاد. ای بابا، بابا چی شده دوباره؟ حرف نباشه، تمام سوار شو بریم. مسعود، مسعود، چیزی نمیخوان؟ خواستی خبرم کنا؟ قاتل چرا قربونتون برم؟ خدا رو شکر حالشون خوبه، خودشونم رضایت دادن. بله امضا کردم، اتفاقا حبیب جانم الان اینجا پلو منه. سلام برسون. بله سلامتونم میرسونه. بله بله سلام نرسون. هیچی دیگه، قرار شد پسرشون تو کارخونه آقای نقوی استخدام شه. چی میگه؟ هیچی، داره با باباه بچ بچ میکنه. مختره چراغ گازی روبرت بانزه هنوزم پچ پچ میکنه. همینه روبرت چی؟ بانزه، آلمانی بودن قرن 19. درست داداش؟ بله فکر کنم هنوزم زنده باشه. نه داداش الان ما قرن 21. خدا رحمتشون کنه. الو بله، اگه اجازه بدین که پس ما یه بار دیگه خدمتون برسیم. امشب بگو، امشب نه، چون ما باید بریم شهرستان، اگه زودتر بیایم خیلی بهتره. زودتر بهتر. بگو امشب نه، امشب. بله اگه بشه امشب که بیایم که عالی. نمیتونین؟ خب ایرادی نداره، فردا مزاحمت. فردا نگوش از گوشی بده من. حبیب جان بذار بفهمم چی میگم دیگه. خیلی معذرت میخوام، نمیخوام خیلی مزاحمتون بشیم، میخواستیم بابت اون شب بیام یه عذرخواهی بکنیم و زود از خدمتتون مرخص شیم. میمونیم، زیاد میمونیم. نه خیر با شما نبودم. پس ما امشب خدمت میرسیم دیگه یا فردا؟ نه نه امشب، امشب این نگه. بله بله امشب خدمتتون میرسیم، امشب مزاحمتون میشیم. خدمت آقای معیری خیلی سلام برسونه، خدا نگهدار. مادر چرا اینجوری میکنی؟ من اصلا نفهمیدم چی گفتم. ای بابا امشب شد؟ بله انقدر شلوغش کردی که امشب شد. بزن قدش. اوخ میخواستم اینجور دست بزنم، رد شد خورد. ببخشید. اشکالی نداره، مسئله رو بزرگش نکنی. حبیب زنگ به مسعود بزن یه گلی بگیریم ببریم برای تشکر. واقعا؟ معلومه مادر، کاری که مسعود برای شما کرد برادر برای برادرش نمیکنه. من فکر کنم شما با دوست من مشکل دارین. من فقط با این یللی تللی مخالفم، ولی کار جوون مرداره رو من همیشه تحسین کردم. بله چقدر مخترع داره دیگه. مخترع چرخ خیاطی رو کی بلده دیگه؟ هیچکی. بارتلمی تیمونیه. آفرین. یه بار دیگه بگو. بارتلمی تیمونیه. آفرین. آره همینه. چی شد مادر؟ آخ چی شد؟ چی با این چی سرد میخورم دندم درد میگیرم. صد دفعه نگفتم با شیشه آب نمیخورم؟ بده منم شیشه رو. آن دندون من مهمتر یا بطری؟ مسعود، مسعود، تلفن ترانه است؟
نه حبیبه. ولش کن. ولش کن چیه؟ بیا بابا. نه هوا رو زنگ زدم منتظرتم ببینم. نه یران میشم ببین ببینم. ولش کن که نشد کار که. ببین چی کار کن. الو. سلام. خوبه. امشب؟ نه نه یه. میدونم نمیخواد بیان. برای اینکه حوصله هیچ کس رو ندارم. از بابا تشکر کن بگو امشب خونه نیستم. حبیب حوصله ندارم. خداحافظ. که اینطور پس. آره دیگه. باشه مسعود جان، پس ما شب میایم اونجا. اه چرا؟ چی میگه؟ خجالت میکشه شما میخواین ازش تشکر کنین. آها باشه قربونت، پس ما نمیایم دیگه. باشه بده من بیرم تلفنم. آخه خجالتیه. بده من مرد به این بزرگی چی خجالتی؟ بده من بینم. این بابا میخواد با حرف بزن. الو الو مسعود. ای با قد شد. بگیرش. میگم بگیرش، میخوام باش صحبت کنم. آخه یه جایی بوده قد و بس میشون. این فرد من خودم بزن. مسعود حبیبه. مسعود بله سلام. الو مسعود جان، به ما که رسیدی خجالتی شدی نه؟ تو درس بزرگی به ما دادی پسرم. چه درسی؟ آها نه خواهش میکنم بابا، وظیفه‌ام بود. قربون شما برم. حبیب رفیق ماست. خواهش میکنم. قربون شما. خواهش میکنم. آن نفر تو آبه؟ نه با شما نیستم. منتظریم. منتظریم. بفرمایید. بفرمایید. مسعود. مسعود. اینا شب میانا. بله. حبیب شب میاد تو رو ببینه. نه افتر بدی کار دست مردم دادی. اینا رو تو یاد دادی دیگه. اه بابا بابا مسعود چی گفت؟ خیلی خوشحال شد. شام میریم. وا شام چرا عباس آقا؟ من میدونم خوشحالتر میشم. من دارم حاضر میشم. ما هم الان بلند میشم. یه خورده خیلی زود نیست؟ مادر جان بالاخره سر را باید یه گلی چیزی هم بگیریم براشون دیگه. میگم حالا که داریم میریم یه زنگ به مازیار بزن. اونجا هم بریم. دیگه مازیار برای چی؟ ای بابا او الان در یک وضعیتی که باید بهش روحیه بدیم. بدونی باید دور شلوغ باشه. بله. اصلا این جدول مختره اینه. مختره ساعت جیوی. پیتر گولدمارک؟ پیتر؟ نه این نمیخوره که. ای وای پدر ببخشی، من مختره تلویزیون رنگی رو گفتم. حمید جان مادر، مگه من جدول مخترعین و مکتشفین و واحدهای پول و پایتختا رو به شما نداده بودم پسرم؟ یه لحظه اجازه بدین. تلفن گراهام به. سینما برادران لومیه. آمریکا کلیس و کلوم. الکل زکریای رازی. برج ایفل در پاریس. آها ساعت تو جیبی هم یادم اومد. جورج گراهام. آفرین گراه. آره عزیزم خودشه. این اطلاعات عمومی رو نباید توتیوار یاد بگیری، باید عمیق یاد بگیری که ملکه ذهنت بشه. چش. الو مازیار سلام، چطوری؟ چرا؟ چه میدونم چرا؟ با خود اگه اصول ندارم. نه آقا جون لازم ندارم، همین به اندازه کافی پدر مادرم دارن میرسن به. گوشی گوشی تو می‌خواستی بابات رو ببینی؟ ببین
تو می‌خواستی بچه تو ببینی؟ بله. ببین. دیدین همدیگه رو؟ بله. حالا بیا برو بیرون. مامان نکن این کارو. شما اگه نگرانم نبودی، دوستم نداشتی، نمی‌رفتی کلانتری بگی پیداش کنن. خدا شاهد رحیم. اگه پای این جنس فروشو به این خونه باز کنی، خودم زنگ می‌زنم 110 شکایت می‌کنم. من اگه بخوام جنس بگیرم، میرم پارکی جایی می‌گیرم، همونجا می‌زنم. منظور من نوعیه. من که پاکم، ترک کردم، هیچ نیازی هم ندارم. من خودم شنیدم اون پشتش آدرس خونه. بفرما من یادم نمیادم چیکار کردم. که اینطور باشه مازیار جون؟ نه بابا، این حرفا چیه؟ حالا یه فرصت دیگه. قربونت. چی میگه؟ نه هیچ، اینم خجالتیه، میگه نیاز نیست زحمت. بزو بیام با شرف بس. مشکل حل شد. باشه باشه میاییم. پس امشب ساعت 9 دیگه. خداحافظ. این یکیش در بیاد کلش حل دیگه. رودخانه در چین. هفت حرفه. هوانگ هو. هوانگ هو. آفرین. این من جدول که دستم بیادا تا حلش نکنم آن نمیذارمش زمین. بله میدونم پدر جان. کاش که منم بتونم وقتی بزرگ شدم مثل شما جدول حل کنم. سعی و تلاشتو بیشتر کن. چرا نتونی؟ داری کجا رو نگاه میکنی؟ به دور دست. باید بری باش هفت. حرف زدم دیگه، میگه نه. تو میگی با پلیس حرف زدی که؟ آره دیگه. با عروس با حرف بزنی، خواهر پلیسه، برادر بزرگشه، تو اون رضایت نده بله نمیگه. ساده یا یکم اینگار گیجم هستی. زبونشون دارن، دخترها بخوان بلدن چجوری داداششون باباشون راضی کنن. نگران اوناش نباش. واقعا؟ شما میگی قبول میکنه؟ عزیزم ضرر نداره که. اول دیگه هر روز بیای اینجا مثل قورباغه بپری تو این حوض سینه پهلو کنی اینجا پیش من بشینی، بشین باهاش صحبت کن. آقا از شما بعیده، واقعا بعیده. سلام آقای معروف. سلام، شرمنده شدم. من چقدر خوشحالم من نزدیک میبینم اتون. من عاشق اون جاخالی انداختناتونم. من سعید معروف نیستم. یعنی چی؟ یعنی همین. شما سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال نیستی؟ نه. فهمیدم، به خاطر اینکه مردم مزاحم نشن و شلوغ نشه میگه. نه، شما همین الان دارین والیبال بازی میکنین، موهاتون سفیده، رفیق روستون. هر کی والیبال بازی میکنه موهای سفیده که سعید معروف نیست. شما هم روس نیستی؟ نه، یعنی فقط تشابه اسمی. تشابه اسمی هم که نداریم، فکر کنم تشابه ظاهریه. باجزت. آی کفاشیان، آی کفاشیان، سلام. سلام عزیزم. شریفیان هستم، برای استخدام مزاحم شده بودم. آهان بله، خوبی؟ خیلی متشکرم. خبری نشد؟ گفتین لیسانس چی دارین؟ زیست شناسی. شما برای لیسانس زیست شناسی شغلی سراغ دارین؟ لیستی جانوری یا گیاهی؟ جانوری. نه، اگه زیستشون گیاهی بود خیلی خوب بود. دارم پر بشه فضای سبز. اتفاقا همسر من فضای سبز میخونه. خب شما رو دونه بدین، زنگشو میزنین، در خدمتشون هستی. من واقعا ازتون متشکرم. خودم چی؟ شمارتونه که داری. با آقای تاج سفارش میکنم هوای شما را داشته باشه. ایه؟ شما آقای تاجی؟ رئیس فدراسیون فوتبال؟ خیلی. شما اسمانی هستی؟ خیلی. خیلی چی؟
شما های کفاشیانی، شما های تاجی، شما های اسوانی هستین، شما میخندین ولی اون کفاشیان و تاج نیستین. بله، یعنی فقط تشابه ظاهری. قیافمون که شبیه نیست ولی تشابه اسمیه. در اصل وقت باهاتون تماس میگیرم. خدا حافظ. سلام، ما ایم. سلام. تصویری نیست داداش. آره من عادت کردم. باز میکنی؟ الان میام پایین. وا، خب پس پرشی دیگه میاد پایین. در باز کنه دیگه. حتما درشون خرابه. خودم بعدم براتون درستش میکنم. داماد فنیتون داره میاد. که برادر دوما تو هر دو خواستگاری یک کت پوشیده؟ نه مشکل نداره چون خود دومادم هر دو بارو همون یک کت پوشیده بود. به به، سلام خانوم. سلام، خوبی؟ بفرمایید. مام مشکل داره؟ چی؟ در. نه خب دیگه پس بفرمایید. ببخشید خیلی معذرت میخوام، شما برای چی امشب تشریف آوردین؟ عزیزم با مادر صحبت کردیم قرار شد امشب بیاین. بهتون که گفتم برای فردا شب بیاین. نه قربونت برم، آخرین لحظه که با هم حرف زدیم قرار شد امشب بیاین. نه من خودم کنارشون بودم وقتی داشتن با شما صحبت میکردن، بهتون تأکید کردن که برای فردا شب بیاین. ای بابا انقدر امشب کردی حبیب که من اشتباه کردم. حالا خب اشکال نداره دیگه، حالا ما اومدیم اجازه بدیم بریم تو. ببخشید ولی خب آخه ما امشب آمادگیشو نداریم. این حرفا چیه؟ ما قرار فامیل شیم دیگه، این تعارفا برای چیه؟ بفرمایید. بله بفرمایید. خیلی خوش آمدید. خانواده آقای نقوی که حبیب آقا پسرشونه خواستگار دختر ماست. خانواده آقای رجبی که آقا مجید پسرشونه ایشون هم خواستگار دختر ما. ببخشید آقا مجید چیان؟ خواستگار. برای همین اصرار کردم فردا شب تشریف بیاریم. نه خانوم اینجوری بهتره، یه مقایسه است. ببخشید من متوجه نمیشم. مثل مناظره دیگه،
ما یه چیزی میپرسیم دو طرف جواب میدن. مثلا شما چقدر مهریه میدی؟ شما چقدر مهریه میدی؟ بابا گفتم مثلا. کجا آقا کجا؟ یه دقیقه میرم سری بالا برمیگردم. امر خیره. فقط تو وقت ملاقات میتونیم بیاین داخل. چطور رفیقم با دست گل مرتب میومد اجازه میدادی بره بالا؟ اون مگه دوست توه؟ بله همین الان رفته خواستگاری اون دختری که اجازه دادی بره بالا باش صحبت کنه. اون موقع کاشی الان داری درو میکنی. اون رفته خواستگاری من درو میکنم؟ چه فرقی میکنه؟ کار تیمیه. شما پاس گل دادی اونم گل زد. خیلی خوب حالا تو کجا میخوای بری؟ من میخوام برم پیش دختر تخت بغلی. اونو که یکی دیگه براش گل میاره. پدر زنم. چی؟ میخوام برم برای پدر زنم ازش بله بگیرم که پدر زنم اجازه بده من با دخترش ازدواج کنم. پدر زنت مگه خودش زن نداره؟ نه خیر داشته الان نداره. آه. میخواد با خواهر اون آقایی که کنار تخت اون دختری که دوست من الان رفته خواستگاریش ازدواج کنه. میخندی؟ نه نخندیدم. خواهر آقای پلیس. آقای پلیس رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. پس دیگه قبول داری که باید برم. بفهم. میرم طبقه سوم. خب برو. نمیزنین؟ نه. دست نزن. چرا؟ خرابه. چرا از اول نمیگی؟ نپرسیدی. خدا نگهدارت. به سلامت. خدا نگهدار. شبتون بخیر. به سلامت. خوش اومدید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. شبتون بخیر. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خدا حافظ. خدا نگهدار. خب شبتون بخیر. با عزت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ماشینمون همین پایینه. خدا. ماشین ما هم همین پایینه. بفهمید. ماشینمون این سمتیه. ماشین ما هم این سمتیه. این ماشین ماست. اینم ماشین ماست.
بفهمید بابا. بفهم. من مطمئنم اونو داداشو انتخاب میکنم. دیگه اسم زن گرفتن رو پیش من نیاری. وا چرا مادر؟ یه ساعت رفتیم اونجا هی همش حرف پول میزنن، هی خونه، کارخونه، مهریه، ماشین. اونا منو به خاطر خودم نمیخوان، به خاطر پول بابا میخوان. چه عجب چشات یه ذره باز شد. مادر جان حالا همه دخترها که اینطوری نیستن که. دل چرکین شدم از اینکه نگاه ابزاری به این بشه بدم میاد. این خیال ازدواج شدم. بابا چرا اینقدر هرس میخوری؟ مگه من مردم؟ مادر جان خودم واسط یه دختر پیدا میکنم همه چی تموم، خیالت راحت باشه. دیگه پرونده زن و ازدواج برای من بسته شد، تمام. سلام حبیبم، با خانواده اومدیم. دارم میبینم تصویریه داداش. من میدونم الان میام. وا خب چرا در باز نکردن؟ نه اینا واقعا همیشه درشون مشکل داره. اینجا هم همینو گفتی، فهمیدیم که اصلا کسی منتظر ما نیست. حالا اینا میدونن ما قرار گذاشتیم که بیاییم؟ بابا اون که خود مامان باهاشون حرف زده بود، اینم که شما خودتون به مسعود گفتیم میایم. میدونم. خیلیتون وقت. سلام علیکم. آقا هم سلولی خودم. خیلی مخلصیم. خیلی خوش اومدی. حبیب چرا خبر ندادی؟ بفرمایید تو. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. بفرمایید. عباس آقا چه خبر؟ خیلی مخلصیم. چطوری تو؟ کاش گفته بودین یه چیز درست حسابی براتون درست میکردم. خب برای ما که زندان بودیم املت مثل خاویاره. وای پدر شما تو زندان چی کشیدین؟ بفرمایید. لطف شما در پس شما خانواده عروس رو نپسندیدین؟ وای انقدر پوزو بودن که نگو، همش راجع به پول و پله حرف زدن. نه بابا ما دیگه تو خواستگاری رفتن حرفه‌ای شدیم. هفته ای دو بار ما باید کار زندگیمونو بذاریم زمین، بکوبیم بیان تهران برای خواستگاری آقا. حبیب شما تو قبل از ازدواج گیر کرده، مسعود ما تو بعدش مونده. بفهمه. خیلی خوشمزه شده، دستت درد نکن. ولی من امروز اعلام کردم زن بی زن، من نمیگیرم. با باریکلا در دسترس نیستی مسعودا؟ داداش حالا خوبه شما از این خانم خوشتون بیاد. خواهر عمو مسعوده؟ میدونم داشتم شوخی میکردم. خیلی خوشمزه. تعارف نکنم. عالی. عباس آقا بفهمین دیگه. آخ شو طبیب جان دندون رو درد میکنه؟ آره اصلا من چیز سرد میخورم دندونم تیر میکشه. آخه خانوم دندون پزشک اینجا نشسته. کدوم دندونتونه؟ این ره عقبه. حالا من آینه میارم. گرف الو مسعود کجایی؟ دارم دو ساعته میگیرمت. الو آره صدات میاد. میگم کجایی؟ یه چیزو بیا خونه.
نرگس جان من جایی هم نمیتونم صحبت کنم. من که بهشون گفتم نیان. خیلی خوب. من کار واجب دارم بعدم خودم با تماس میگیرم. خداحافظ. یه صحبت که اشکالی نداره. نه من با صحبت مشکلی ندارم ولی تو این شهر. سلام. به به آقا مسعود این طرفا. من اومدم هم یه سری به پدر بزنم هم در مورد اون موضوعی که تو کلانتری باهاتون صحبت کردم با خواهرتون. راجع به اون موضوع من جوابم قاطع و روشن بود. نبود. بله ولی من احساس کردم ممکنه شما منتقل نکنین. بالاخره ایشون هم حق دارن بدونن. با جواب شما؟ راستش من گفتم تا حالا رفتار ناشایستی از نام برده ندیدم. در حد گفتگوی عادی مشکلی نمیبینم باهاشون صحبت کنم. البته اجازه با شما. فکر نمیکنم اجازه داده باشن. منم هنوز حرف نزدم. میخواین زنگ بزنم تا شما هستین خودشون بیان؟ خیر. الان وقتش نیست. جام سرفان الان که بهترین وقته. هم شما هستین هم پدر هستن. به نوعی هستن. بگیرم؟ آقا مسعود چیو بگیری؟ کجا بیان؟ من نیم ساعت مرخصی گرفتم اومدم پدر رو ببینم و برگردم سر کارم. 10 دقیقه وقت شما رو نمیگیره. عزیز من، من باید برم. کجا بیان؟ شما گزینه‌های بهتری هم دارین. چون خیلی اصرار کردن از روی ادب گفتم باهاشون صحبت کنم. وگرنه تا پدر در این شرایط هستن و شما هم کوچکترین ابهامی داشته باشین من تصمیمی نمیگیرم جناب سروان. شما خواهر خوب من. شما برادر بزرگ و مهربان من هستین. پدر دارن لبخند میزنن. واقعا؟ من اینطور حس میکنم. قشنگ معلومه دارن لبخند میزنن. بهبودی حاصل شد. اکسیژنشو بذار سر جاش. اوه حالا که لبخند زدن پس میگیرم. من واقعا گزینه های زیادی دارم؟ بله در حد خودتون بله. الو آقای مهاجر مسعودم. میخواستم بهتون بگم که خیلی سریع خیلی فوری. ببین مسعود یه بار دیگه اینجا زنگ بزنی به جرم مزاحمت ازت شکایت میکنم. دیگه نمیخوام ببینمت نه صدا تو بشنوم. تمام. مسعود بود؟ مسعود کیه؟ یعنی چی بابا؟ من همچین کسی رو نمیشناسم. بابا خب شوهرم عقد کردیم. الان نرگس زنگ زده نگرانه میگه کجاست. ببخشید نمیتونم جواب ندم. الو مسعود سلام. خوبه؟ بابا نمیخواد باهات حرف بزنه. خودش که بهت گفت. کجایی تو؟ بیمارستان برای چی؟ آها خیلی بی خود میخوان حرف بزنن. تو هم بی خود رفتی. نه من نه بابا هیچ حرفی با اونا نداریم. خداحافظ. خیلی ممنون دخترم. بهت افتخار میکنم. بیمارستان بیمارستان با چیا نمیخوان حرف بزنن؟ الو مسعود چرا بیمارستانی؟ چرا به خودم نگفتی؟ مسعود جانم قربونت برم من الان سریع دوش میگیرم میام. دیگه دوش نمیخواد بگیریم. آقای محترم من دارم میرم نمیخواد بیان. آخ مثل اینکه نمیشه دیگه. آقای پلیس دارم میرن. میگن خیلی سریع میرسم. نیان آقا نیان. شاد و پیروز باشید. ببخشید معذرت میخوام. عذر میخوام معطل شدید. دوش گرفتم یه خوره دیش شد. خدمت شما. شما چجوری اومدی؟ من انداختم از اون پشت سری اومدم دیگه. تو هم برو خونه گویا منتظرم. نگاه میکنی میگم برو دیگه چهار تا بزرگتر میخوام با هم حرف بزنن. شما زودتر برو خونه. باشه ولی شما هنوز پشت خط منی. ای راست میگی قد نکرد. الو مسعود جان. جانم خیلی ممنونم ازت. قربانت. خداحافظ. برو خونه دیگه. خداحافظ. قطع کرد. بفرمایید.
صحبت کرد. خدا نگهدار. عبیب جان تو نزد این یکی دیگر رو زیر بگیری زودتر زنه رو بگیر. داداشم گفته حرف زن جلوشو نداری. من که همچین حرفی زدم؟ بفرم زد زیرش. تو هفته دیگه عاشق سه نفر دیگه میشه. راست میگه. الان اینجوری میگیم باور میکنن؟ مگه دروغ میگم؟ نه. یه دفترچه داره اینقدر قطرشه. راست میگه. مال خاطرات عشق و عاشقی. سلام. سلام. شما اینجا چیکار میکنید؟ سلام. مامان کجایی؟ دارم یه سر بهت زنگ میزنم. تشریف آورده بودن شما رو ببینن. شرمنده کار خیر بود باید انجام میدادم. خیر انشالله. خواستگاری چی شد؟ خیلی خواستگاری مهمی نبود، چیزی نبود. وا حبیب، یعنی چی؟ تو که داشتی میمردی از عشق. مسعود من حس میکنم این عشق دیگه واقعیه. من تو تب این عشق دارم میسوزم. ببخشید من کی همچین حرفی زدم؟ من به اصرار مامان اینا رفتم. وا شما خودت دختره رو پیدا کردی اصرار کردی ما بریم؟ حبیب از هفت روز هفته شیش روز عاشق یه روز فارغه. من میدونم. چی میگی؟ داداشم گفته که دیگه حرف زن رو جلوشو نداره. ای حبیب جان دستم خورد. خب دیگه ما باید بریم با اجازه. با اجازتون. به سلامت. شب بخیر. خدا کجا تشریف میبریم؟ من تازه رسیدم. آخه سر راه باید یه سری هم به مازیار بزنیم. آخ مازی رو از بیمارستان اومده هنوز ندیدم. اگه اشکال نداره منم با شما میام. خواهش میکنم. بفرمایید. شما بفرمایید. خیلی زحمت دارید. خوش اومدید. خدا نگهدار. نرگس برو تو دوباره سرما میخوری. بیا تو مامان. برو تو. حبیب نمیای؟ آه چرا برم؟ الو. سلام آقا رحیم، منم. میام چند سم کن باش میام. چرا دست کن دادی؟ خواهش با عادت کردم. اینا میدونن که ما داریم میاییم؟ بله گفتم. وا خب پس چرا داره میاد پایین در رو واکنه؟ سلام دایی. شمایی؟ سلام. سلام 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 سلام. اومدیم عیادت مازیاش. خیلی خوش اومدی. بفرمی. ممنونم. بفرمی. بریم بابا. بفرمی. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش. بیا بگی. برو. نمیای شما؟ نه نه منتظر دوستم. تو برو تو. برو تو. بفهم. رحیم پایینی؟ مامان داریم میایم بالا. منتظر اونا یاره؟ نه مامان مهمون اومد زنگ زد اومدم پایین در رو باز کنم. داریم میایم بالا. بفرمی. بفرمی. کجایی؟ ترافیکه چیه؟ مگه رو موتور نیستی؟ خیلی خب ببین رسیدی زنگ بزن من بیام پایین. سر کوچه وایسی ها. باشه. نگران نباشیم، همه چی درست میشه انشالله. پیش میاد اتفاق. عرض شود حضورتون که علاج همه مریضی ها فقط و فقط روحی است. بله بله آفرین. من همینو داشتم پیش پاتون بهش میگفتم. پدر قرص و دارو یعنی نمیخواد بخوره فقط روحیه؟ چرا پسرم هر دو با هم. عزیزم شما چی دارین یادداشت میکنین؟ بعضی از نکاتی که پدرم میگن و یادداشت. آفرین. همیشه یادداشت میکنن. من نگاه میکنی؟ چرا جوابشو نمیدی؟
من میرم الان میام. نمیخواد بشین همینجا جواب بده. آخه جلو مهمونا درست نیست. همین که باش قرار داری؟ من با کسی قرار ندارم. از بیا خاموشش کردم. مازیار جان شیمی درمانی کردی تأثیرشو احساس میکنی؟ بله حالت توقع دارم. اتفاقا دختر خاله منم همین مریضی مازیار جانو داریم. الان یه 3-4 ماهیه که مشغول شیمی درمانیه، خیلی هم خوب جواب داده و عالی. آره جلسه اول همه همینن، اصلا ناراحت نباش. بله خب جلسه اول همیشه همینه. منم همیشه همینو بهش میگم. نمیدونم، من برم ببینم کی. نه نمیخواد، تو بشین من میرم. بله بله هستم. شما الان میگم بیام پایین. بیا برو پایین. چرا؟ برو پایین. با اجازتون من میرم پایین، برمیگردم بحث رو ادامه میدیم. نه دیگه برگشتن نداره، خدافزی تو بکنه بیا برو. زشته مهمون نشسته. اتفاقا چون مهمون نشسته دارم با تو آروم صحبت میکنم، وگرنه میدونی که با تو چیکار میکردم. خب پس بهش بگید بره، من بعدن باش تماس میگیرم. همین الان پاش برو بیرون. پاشو. ببخش. چی شده ماما؟ حبیب امشب اگه مامت اینا دارم میرن من میتونم بیام خونتون. آره عزیزم بیا. چرا؟ خب به خاطر اینکه اینجا یا دارین راجع به مریضی من حرف میزنین یا همش دعواه. ببخشید. مازیار مازیا مامان کجا میری؟ میرم بالا وسایلم کجا. همش تقصیر توه ها. ممنون. فقط تو جاده با احتیاط بری. دست شما در نکن. خیلی لطف کردی. خدا حافظ. مازی به گوش بده. من اینجوش کنم. آیا میدانستید شیمی درمانی قبل از عمل جراحی میتواند امکان حفظ عضو در سرطان‌های مختلف مثل سرطان استخوان را بالا ببرد؟ که جانه؟ مثلا اینو گوش بده؟ نوشته آیا میدانستید؟ الان دارم اینو گوش میکنم دیگه. مهمتر. آیا میدانستید با درمان‌های جدید بیش از 2/3 بیماران مبتلا به سرطان خون حاد بهبودی کامل به دست می‌آورند؟ این کانال ایران سرطان چه کانال خوبیه. ببخشید. این کانال ایران سرطان واقعا کانال خیلی خوبیه. اینجا نوشته این کانال به همت تعدادی از فوق تخصص‌های خون و سرطان کشور راه اندازی شده است تا به مردم در مورد سرطان و پیشگیری از آن اطلاعات بدهد. یعنی اطلاعات دقیق و تخصصی. هم تموم شد برسه. میگم این واقعا حواست به من باشه. میگم این کانال ایران سرطان میگم واقعا کانال خوبی. حالا من برات یکیشو میفرستم که عضو شی. اون گوشی من که از این چیزا نداره که. والا گوشی من داره همون خواستی بیا نگاه کن. این فقط جای دیگه گوشی من نگاه نکن. خب
اینم گوش بده. آیا میدانستی لنفوم ها هوچکین و نان هوچکین؟ ببین لنفوم ها با درمان صحیح در بیش از 80% مواقع خوب شدنی هستن. 80% کم نیست. اصلا من میخواستم به شما زنگ بزنم. میتونست بگه زنگ نزن. نمیتونست؟ اینجا حتی خوراکیارم نوشته. غذاهای پرکالری مانند چیپس، همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه‌های گازدار، نوشابه‌های انرژیزا، آبمیوه‌های صنعتی، سوسیس، کالباس سبب اضافه وزن و افزایش احتمال به سرطان می‌شود. یه ذره نازو که همه خانوما دارن. ما هر روز اینا رو داریم می‌خوریم. الان بهشون بر می‌خوره؟ نه، بر نمی‌خوره. شما قضیه رو تموم شده بدونید. حالا حداقل کمتر بخورید. بابا یکم جلو ترانه هوای منو داشته باشین خواهش. پس دیگه از این به بعد نوشابه و سیب زمینی سرخ کرده تعطیل. حالا ببینیم برای عروسیتون چی کار بکنم. ایشالله ایشالله شاد و پیروز باشید. اه شاد و پیروز باشید بود؟ تو فکر میکردی یه روزی به من بگی قربونت برم پسرم؟ چرا؟ یه قضیه بین ما دوتا فقط بعدیش اینه. حالا این با من خوب شده ترانه قهر. کار دنیا اینجوریه دیگه. یه روز نفت هست قیف نیست، یه روز قیف هست نفت نیست. بیا. این چیه؟ چیه کوکو؟ بیاین موامو بزنیم. موات برای چی؟ میریزه دیگه. خب شاید فعلا نریزه. نه دیگه دمه شیمی درمانی دیگه بالاخره میریزه. آخه کی با شیر کوکو موهاشو میزنه؟ شما اصولا لوز هستین ولی این دیگه خیلی بیمزه بود. آره بیام این موها بزنیم حال کنیم دیگه. من پایم. منم پایم. مازی بریم؟ بریم. چه لحظه ایه. بذار یه سلفی بگیرم. یه چه خوب شده. باش 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 ماش این به بعد باید سیب بخوری، آبدوخیار بخوری، غذای سالم. اصلا سوسیس و کالباس و این چیز از این بعد تو این خونه ممنوع. فقط غذای سالم. کشمش هم بمیدی؟ اینجوست. اه؟ موام باشه خدافزی کن. بازمون خدافز موام. ببینم ببینم خدافز موهاش. اه چیه؟ با موهای من شوخی نکنین دیگه. حالا خود داشت شوخی میکردی. اون خودم اشکال نداره، شما شوخی کنین بهم بر میخورین. ببخشید. لامپو میزنی؟ این لامپ برای چی میزنی؟ همین الان گفتم با موهای من شوخی نکنین. تو این نه با دماغ من شوخی کردی؟ من چیزی گفتم؟ من اون که شوخی نمی کردیم که واقعا می گفتیم. برای چی منو می زنی؟ نمیشه که ما بخوریم تو همینجوری وایسی. من دارم براش آبدو خیار درست می اینجوری میخوام. من لباسم مویی شده. پولیور داری عوض کنم؟ من برو تو کمد کشو رو واکن پرو پولیوره. راه راه نباشه. پولیور راه راه نباشه پولیوره؟ میگه راه راه نباشه. این پولیور ساده. مازی من یه چیزی بهت بگم، به کسی نمیگی؟ چی؟ من عاشق شدم. چه خبر عجیب، اصلا باورم نمیشه. مسعود مسعود میخوام عروس نشو بابا.
من واقعا جدیم، شوخی هم ندارم. تو روت میشه واقعا؟ ببین این خود خودشه، بهت بگم که خودت هم قبول میکنی بر هم دیگه ساخته شده. من میشناسمش. کیه؟ نرگس. نرگس کیه؟ خواهر مسعود دیگه. چی؟ من چی دارم؟ چی شده؟ نیچی؟ داشتین حرف میزده؟ نه. نه چیه؟ چی میگفتی؟ نیچی؟ بگم بهش؟ نه نگو. بالاخره که باید بگم بهش. نگو. بگو دیگه. نه نگو. بالاخره که باید بگم دیگه. مسعود، من عاشق شدم. داری شوخی میکنی؟ مگه میشه؟ وای موهای تنم سیخ شد. عزیزم تو روزی 100 بار داری عاشق میشی فارغ میشی، تو نیم ساعت نیست از خواستگاری اومدی. اولا اینقدر صد بار راننداز، ثانیا اونی هم که امروز ما رفتیم اصلا خواستگاری نبود، رفتیم معذرت خواهی کردیم همین. به نظرم اصلا یه مدت دور ازدواج کردن و خط بکش. اینم نظر برادر عروس. این دو کلمه از مادر عروس. تو چرا میگی من نباید زن بگیرم؟ برای اینکه واقعا مریض شدی حبیب، یکم استراحت کن، اصلا به چیزای دیگه فکر کن. نمیشه که هر کسی عبقرت رد بشه عاشقش بشی بخوای بگیریش. اتفاقا من خیلی به ندرت عشق واقعی میاد سراغم. به ندرت چیه؟ این اصلا اولیشه. تو به چی میخندی؟ ها؟ به چی میخندی؟ یه چی بود چته؟ به ندرت چی؟ اصلا این اولیشه. واقعا این اولین باریه که من درست حسابی عاشق شدم. تو خودت اگه این بار میفهمیدی من عاشق واقعیم و یه دخترم داشتی به هم نمیدادیش؟ ابدا. خواهر چی؟ به عنوان مثال؟ از کجا پیدا کردیش؟ آشنامونه. چی کار هست؟ دندون پزشک. به تو دختر دندون پزشک میدن؟ تو خودت دوست چیز رو میخواستی با هم آشنا کنی. چیز کیه؟ هرگز خانم. اولا دختره که بهت نگفت بله، ثانیا اونا که نمیدونن تو چجور آدمی هستی. گفتم شاید به خاطر پول و پله بابات و خانواده ما، شاید، ببین، شاید بهت بله بگن، که اونم من بعید میدونم. ببخش من مگه چمه؟ یه بار خودت تو آینه نگاه کن میفهم. ببین آینه نگاه کن خود. اوخ چرا میزنی؟ با کلت شوخی نکن. با اون من گفتم من خودم میتونم شوخی کنم. منه برای چی دادی؟ چطور ما بخوریم تو نخوری؟ این همش تقصیر توه. اتفاقا خوبم، باید شلوارم عوض کنم عالی میشه. الان این واقعا بده؟ نه عالی. نرگس. نرگس.
نرگس، چگونه این همه مدت می دیدمت اما نمی دیدمت. انگار همه این سالها غنچه‌ای بودی و ناگهان امروز گل نرگس من شکفت. قلبم می تپد می تپد، قلبی که پیش از این هرگز نمی تپید، یا بهتر بگویم گاهی به ندرت کمی می تپید. تا گل روی تو دیدم همه گلها خار است، دارم مدهوش می شوم نکند بشوم. گل گل گل، سرنوشت من این بوده که نام همسرم نام یک گل باشد. و چقدر عجیب که در میان خیل دخترانی که به آنها علاقه من شدم، در میان معدود دخترانی که به آنها علاقه مند شدم، نام هیچ یک نام گل نبود. آیا به جز نرگس گلی بود؟ فقط نیلوفر. و مریم. و البته شقایق خانم. و سوسن. اصلاً ولش کن، مهم این است که نام هیچ کدامشان نرگس نبود. به جز نرگس هاشمی که در سال دوم دانشکده به او علاقه‌مند شدم، ولی او که جوابم را هم نداد. البته من هم جواب او را نمی دادم و برایم اصلاً مهم نبود. باری نام هیچ کدامشان نرگس شریفیان نبود. واقعاً نبود و نخواهد. مسعود مسعود مسعود، بفهم بفهم که من قصدم ازدواج است. بفهم که خواهرت دیر یا زود باید ازدواج کند. پس چرا غریبه تا وقتی نزدیکترین رفیقت هست؟ میفهمی؟ میفهمی؟ مسعود میفهمی؟ چی رو میفهمم؟ هیچی هیچی. مسعود مسعود
خیال بود؟ بچه را سرم درد میکنه. مسعود؟ مسعود خودتی؟ دستمو ول کن. نه، خیالم، خیال. وای نرگس، دیوونه شدم. خواب بودی؟ نه داشتم تلویزیون نگاه میکردم. آقا؟ خواب بودم دیگه. معذرت میخوام بخواب. من بیدارم کردی بگی بخواب. ببخشید مازی، به نظر تو اگه من این یه مرد مستقیم و راحت و چکشی به مسعود بگم، یک ساعت زور زدم خوابم ببره. مسعود کیه الان؟ بابا بیدار میشه. مسعود کو؟ مسعود؟ 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 بله. اینجایی؟ بله. خب. این وقت شب بیرون چی کار میکنی؟ با ترانه میچرخیدیم. برو کنار دست و بالم چرده. با چی میچرخیدین؟ با ترانه. نگفتم با کی، گفتم با چی، با چه وسیله ای؟ با ماشین. تو باز بی اجازه ماشین منو برداشتی؟ بیدارت میکردم خوب بود؟ من خواب نبودم، تو اتاق بودی. حالا بعد یه عمری بابای ترانه اخلاقش خوب بود، گفت یکم دیرتر بیا این خونه، یه لبو زدیم. ها تو خوبی؟ دفعه پیش بهت گفتم این آخرین باریه که این رفتار زشتتو میبخشم. حبیب خستم، حوصله ندارم. ها منم حوصله تو این کاراتو ندارم. بابا بس کن دیگه، بزنیم بخوابیم دیگه. به این بگو ماشینو که آوردم سویچم دستته، چته؟ هزار بار بهت گفتم من از این کارت بدم میاد. حبیب جان من امشبو بی خیال شو، خستم، قور فردا. بلند شو، لازم نکرد پاتو اینجوری کنی. اینجا حساب کتاب داره. توی خونه میای باید برف من گوش بده. نه اینجا میمونم نه برفات گوش میدم نه دیگه باد کاری دارم. بهتر پس دیگه اینجا نمیای. کجا داری فرار میکنی ها؟ جرأت داری برگرد ترسو؟ بچه ننه. ای ساکت، حالا میشنوه موقع برمیگرده دیگه. نه خود جرأت داره برگرده، من فقط به خاطر تو رعایتش کردم. برو در باز کن دیگه. بودو خیلی خواب بابا اومدم. پیش بگو من خوابم. خب موبایل من کجاست؟ حالا منم دنبال همون میگردم. همراهمه. اینجوری میخوای خواهرشو بهت بده؟
اصلا حواسم نبود. مسعود جون، معذرت میخوام مسعود، ببخشید ببخشید دیگه. معذرت تو به درد من نمیخوره. کسی که رفیقش نصف شب خونه میندازه بیرون برای من مرده. نه من اصلا ذهنم درگیر یه چیز دیگه بود، سرتو خالیش کردم، ببخشید دیگه. حبیب جون این ماشینت، اون خونت، زنت هم که پیدا کردی دیگه، به من نیازی نداری. رفاقت من و تو همینجا برای ابد تموم شد. تمام تمام تموم شد چیه؟ تازه میخواد شروع شه. بیا بیا این سویچو بگیر، یا بگیرش دیگه، با نامزدت هر جایی دوست داشتیم برین، تا صبح برین برای خودتون بچرخین، بستنی بخورین، اصلا هر چی دوست داشتیم بخورین. خب بیچاره من ماشین صفر رو میدازم ته دره، عین خیالم هم نیست. فکر کردی ماشین ندیدم؟ آی اوه چی شد؟ معذرت میخوام خورد بهتون. سویش برام پرت میکنی؟ من رو حساب این که در شما بسته است جا خالی دادم، وگرنه وای میستادم. ببخشید معذرت میخوام، شبتون بخیر. نباید یه دقیقه دست شما آسایش داشته باشیم؟ زبونم مو در آورد، زن من پا به ماهه. اصلا تقصیر من بود، وقتی بابات اومد اینجا باید بهش میگم. امیری خانم چیزی نیست، الان میام. امیری چی شده؟ این چی شد؟ نمیدونم. بیا سویچ رو بگیر برو حال کن، من هستم. دیوونه. حبیب بچه اومد. پسر یا دختر؟ نباید تو خونه به دنیا بیاد، باید ببرمش بیمارستان. چیکار کنیم؟ نگران نباشیم، مگه من مردم؟ شلون سلامتی، این خودتون هم هست. یه لحظه بیان پایین، بیان پایین. ای جان این هم دیگه. فقط این موش فره شما موتون ریخته، این هم هر لحظه ممکنه موش بریزه، اون موقع دیگه این هم دیگه میشین. بچه مردمو چی کار داری؟ بفرمایی تو فرق این بچه رو با نوزاد یه روزه نمیفهمی؟ گفتم شاید درشته به خاطر همین. آخه بچه تو اورژانس به دنیا میاد. خب اگه ضروری باشه چرا که نه. خب بچه هر جای ممکنه به دنیا بیاد، تو خیابون، تو جاده. خب بی خودی هم بهش گفتم عمون، دیدم گریه میکنه. این مسکن رو بزنن آروم میشن، از امروز تا دو ماه دیگه استراحت مطلق داشته باشن، هیچ حرکتی نکنن، هیچ استرسی هم بهشون وارد نشه. ببین حبیب جان، خانم دکتر داره همه چی جلو خودت میگه، این دفعه دیگه شوخی بردار نیستا. اصلا خیالتون راحت بشه، چون قبلا سابقه داشتن، اگه رعایت نکنن هم برای مادر هم برای بچه خطرناکه، موقعی رفتن هم اصلا تکون نخوره. چشم چشم. کجا؟ من یه جوری شما رو میبرم، اصلا آب تو دلتون تکون نخوره، خیالتون راحت.